آقا ببخشید. خسته نباشید. ارادت. می‌خواستم ببینم این نوبت ما کی میشه. 10 دقیقه صبر کن ماشین کارش تموم بشه صدات می‌کنم بیای تو. آها. باشه دست گلت درد نکنه. جانا؟ جانم و قشنگ اومدی گلم صد امتیاز آتیش داری؟ ببخشید متوجه منظورتون نشدم داشت گرفتی ما رو؟ بابا آتیش، پنه، کبری نه اونو متوجه شدم این داستان امتیازی که دادین رو متوجه نشدم بابا امتیاز و امتیاز که سیستش اصلا به تو نمیخورم اون سواش و بس جای دیگه است آتیشت بده باش بسوزیم نداشت حقیقتاً آتیش ندارم وگرنه میدادم که بسوزید. اسکل مسکلی چیزی هستی؟ امان اسکل فرض کردی؟ آقا اسکل چیه؟ اصلا واقعاً همچین جسارتی نکردم. نمیتونی بکنی؟ اصلا بله نمیتونم. میدونی من چه در دوران مجردیم چه الان که متأهل شدم اصلا نه اهل دود بودم نه هستم. زن گرفتی؟ بله. بدبختی اون. زن داری؟ سلام زنده سلام آقا خوبی میخوای کمکتون کنم؟ خودت چی فکر میکنی؟ اتفاقا همین الان تو ماشین داشتم یه کتاب میخونم راجع به اینکه جای دیگران اصلا فکر نکنی اجازه بده آدما خودشون انتخاب کنن برای اینکه هر انتخاب این کتاب ننوشته بود حلال زده بدهیش میره تو این کتاب ننوشته ولی اونو تو یه مقاله چند روز پیش اتفاقا خوندم الان بذارید براتون میارم چرا مثل دارین شلو شفته ای ما رو دنبالش با صده من رو نگاه میکنه خوشکی شد حالا چه وقت موبایل زدم بود کی این همه بارو ببری تو خونه ولی کاش دایی به خواهرزادش میدم این بازی تکونی به خودش میده اون که همش افتاده رو مو از ظواهر هم مشخصه درگیر شدم دیگه زنده جان خوب زدی آب لنبوش کنی روب درست کنی دلمون خنک شه اونجوری که دلتون بخواد نه حقیقت تیزی کشید رود نه تیزی کشیدی روش نه زنده ازن کار به تیزی نکشید که من تا رسیدم زد تو صورتم افتادم بعد یقه کشید همینجوری منو کشید رو آسفالت شدی حالا گوشیتو که گرفتی زنده قیافه من شبیه آدمایی که تونستن گوشی پس بگیرن حقا که میگن حلال زاده به داییش میره خوب شد الان ماشین تو از زیر پات نکشید ببره نه اونم احتمالا اگر رانندگی بلد نبوده یه گواهینامه نداشته این باید به پس من میخورد آره دیگه بذارید کمکتون کنم کارش کرده پات هم که زده دیگه کشید رو آسفالت دیگه تقریبا جای سالمی برا نه من اینا رو بذارم اینجا خودم میشینم اینجا دست درد نکنه خواهش اولفه اوه حالا چجوری کشیده تو زمین که یه زن منزجر کننده بود دماغتون ترکونده آخو من دماغم چون بزرگه اولین جاییه که به زمین بکنه آره بچه چرا شامورتی بازی در میاری؟ ببین روز باشی تو با اون بازوها که اینه اون ماکارانی شفته نیمونه باست بری با شیشه شیر شروع کنی بذار پایین میره حرمت داره بذار پایین ببینم نوکرتم آقا قدرت بذار یه بار دیگه امتحان کنم اگه نشد میرم یه شیشه شیری بطری نوشابهی چه میدونم یه چیزی واسه تو میارم دیگه بچه جون مرد باست جون داشته باشه قوه داشته باشه اگه پس فرده که تو خیابون یقظه گرفت دست کرد تو جیبش باست بتونی دستش بشکونی یا نه بزرگ مای آقا قدرت ولی نمیتونم که همزمان هم یقمو بگیرم هم دستمو بکنم تو جیبم که مثال میذارم ایچ میری ای با... سلام دایی سلام سلام
چی شده امیر؟ ماشین بزده، موتور بزده، آخه چی شده؟ موتور بهش نزده، موتوری زده. زنده جواب میگم شما برید خونه، من تا دو دقیقه دیگه میام. اون از خدا بیخبری گوشیشو زده، بعد یه زد و خورد، یه طرفه اتفاق افتاده که نتیجه شده این که میبینی. لاکردارا چند نفر بودن؟ کجا آخه؟ یه جوونکی بود لاغر. تو هم واستادی یا کتک خوردی؟ نه بابا دایی جان، وای نستادم کتک بخورم، که تعقیبش کردم گرفتمش که حال روزم شدی. وای ساده بود که کتک نمیخورد، فقط گوشیشو باخت میداد. یقت هم گرفت؟ نه اصلا کار به یقه اینا نرسید. میگم دستم کرد تو جیبت؟ دست تو جیبم؟ نه بابا، میگم از پشت با موتور اومدن زدن رفتن. سفلشک. اگه اجازه بدید من یه دو دقیقه برم دست صورتمو یه آبی بزنم، کارتون گوشیمو بردارم برم شکایت کنم. با اجازه. کاش اول اینا رو کمک من بیاری تو خونه آقا امیر. بعد آره بعد برو کمک کن، مگه نمی‌بینی حال روزشو؟ دور از اون مردیه، برای همین میگم بچه جون که مرد باید جون داشته باشه. فهمیدی یا نه؟ اون که آره، ولی ما که دیگه مثل آقا امیر شل و وارسته نیستیم که دیگه. قدرت خان دوست داشتم شما اونجا بودی، الان حال روزتو نگاه میکردم. خیلی خوب، کمش کن برو دیگه. اگه دایی نمیگم شما نمیخواستی یه کمک بکنی به ما؟ خدا نگهدار آقا قدرت. شما میوه و سبزی هم خریدیم بچه، پرچم ما رو کرد تو گل، مگسی مون کرد از سر تو. بلند شو برای جمع کن خود تو هزیون میدی، پاک آبونو مردی. آی دایی جان، من واقعا آدم بی عرضه ای نیستم دایی. من داشتم با زندهیم تو خیابون صحبت میکردم، گوشیمو در آوردم یه مقاله بهش نشون بدم که موتوری از پشت ناغافل اومد زد و رفت. بی احترامی نباشه آقا امیر، ولی شما و خانومت که واردین که. تو چی واردی؟ چه میدونم، شما که زمین و زمان رو بیمه کردین، گوشیتون هم بیمه میکردین دیگه. چی میگه؟ گوشی رو بیمه میکردن؟ آره، من و رستم این کارو کردیم، اگه هم اتفاق بیفته مثل شما زانی غم بغل نمیگیریم. گوشیتون که پر، اینم که از پاتون، اونم از چش کبودتون، اینم از گردن کجتون. آقای محترم یه دقیقه وایس ما رو ناقص نکن، شما که تو اون شرایط نبودی، اونجا خیلی خطرناک بود. ببین بچه، وقتی تو رو از پشت گرفت باس میگرفتی و میتابونی و پرتش میکردی. چجوری دایی؟ الان بهت میگم، یوز باشی بیا من از پشت بگیر. برای چی آقا؟ بلند شو نگو چرا. ای بابا بلند شو، بلند شو. من جسارت نمی کنم آقا قدرت. ای بابا داره مگسی میکنم، میگم بلند شو. پاشا دایی قدرت داره میگه، احترام بزرگتر کجا رفته؟ بگی منو یوز باشی سفت. ای بابا نون نخوره. صفر بگیره میگه، صفر روز باشی میگم صفر بگیره. صفر تو دیگه. خیلی خوب، حالا من میتابونمش تو ببینی. شبمون میشه تو. آفرین دایی، اینجا که یه خمشو زدی انداختی رو پای من، اینجا سه امتیازی خیلی قشنگ بود. اصلا شیر مادر و نان پدر حلاله دایی جان. باشه یوزی هم پاشو برو. ولی من خودم چی؟ خودم میگم پاشو برو، سر کارت زشته، پاشو برای امنیت جانی خودت دارم میگم پاشو. باشه چشم، دست شما درد نیمد که. نه بلندشو برو رد کارت بچه برو. ببین چی میگم، الان لیمش اومد دستم، بیا اینجا به نشون بدم. دایی دایی من پام داغونه، گردنم شکسته، دماغم کج شده، اصلا بدنم رو فرم نیست. خیلی خب باشه، وقتی دیگه ببین چی میگم بچه، صبح اساسی از دستت شکار بودم، یعنی کزم قید کردم که خودم یه فصل نزدمت. چرا دایی؟ بچه جون برای ما افت داره که دوماد خانواده ما اگه دزد پیزیدی کتک بخوره ما رهنا رو سپردیم به تو. آخه ای نگو این حرفو، زشته، برای من افت داره دایی. شما برو از خانم پاکدامن بپرس، من با پای پیاده دو تا کوچه تعقیب کردم، موتورشو سر کوچه دوم گرفتم، حتی درگیرم شدم، ولی تا اومدم یخشو بگیرم از زیر زین یه چاقو در آورد دیگه. چاقو رو در آورد و تو هم غلاف کردی. دایی اگه غلاف نکرده بودم که الان به قول دایی شاب شادروان شده بودم و رهنا میمون. رهنا خانم؟ بله همون رهنا خانم میمون که در عنفوان جوانی دیگه بیشوهر شده بود. دور از جون کار درستی کردی. ببین چی میگم بچه، من یه رفیقی دارم از قدیمی ها، منوش، معروف منوش گربه، تو کار ضبط و باند و پخش و اونجور چیزا بود. نه فروشندت نه نمیخواد ضبط و باند و دوزه نبرده، فقط گوشی ما برد. گوشی بچه میگم تو کار ضبط و پخش بفهم چی دارم میگم. آن دزد ضبط و باند. آره خلاصه این که گزارش میفته به زندون و یه مدتی آبخونک میخوره، تو حبس به پرپای این پیچید و
حرفش بچه کرد. یه چند بهاری اون تو موند، اما به هر حال اومد بیرون و الانم گذاشته کنار، توبه کرده. اون میتونه کمکمون کنه. یعنی دزد رو پیدا میکنه؟ دزد رو که آجام پیدا میکنه، اون به ما معرفیش میکنه. خدا رو چه دیدی؟ شاید هم گرفتیمش. انشالله. حالا پاشو بی اینجا. پاشو نمیش، دستم اومد. بلند شو. بلند شو بیا بچه. دایی من برم ماشین رو روشن کنم. میگم بلند شو بیا، من از پشت بگیر دیگه بچه. چه اصراری داری دایی جان؟ من با این بدن ناقصم. پاشو دایی من رفتم ماشین روشن کنم. یاسیمون میکنه. ای بابا. بچه در بیارو فیدر رو دماغه. تا کی میخوای نگرش داری؟ چشم آقا قدرت، معذرت میخوام. آقا قدرت میگم این رفیقتون اصلا میاد؟ چون خیلی هم دیر کرده. مروش بگه میام حتما میام. آخه من میگم رو حرف خلاف کنجا. ای بابا میگم خلاف نمیکنه دیگه. از حبس که اومد بیرون خودم بردمش پابوس آقای مامرضا، همونجا بوسید و گذاشت کنار. تموم. خدا خیرتون بده. خدا همه خیر بده. آقا سامله. سلام علیکم آقا. خوش اومدید. تو اون کار زشت تو ترک نکردی. عین اون گربه میتونه آدم زره ترک میشه. ترک عادت موجب مرض دیگه. قدرت خان در خدمتم. خدمت از ماست. جونم برات بگه تلفن این فامیل ما رو اینجا دزدیدن. دنبال اون لاکر داریم. لابود پاچشتم یادگار آقا دزده است. بله بله یادگار آقا دزده است. خوبه امضاشه. از ما بده نگی جوون. دزد با کلاس امضا داره. دل دزدا که میکنن میبرن. اما دوز اصیل امضا میذاره. میدونی چرا؟ میخواد یه ردی از خودش بذاره. عین نقاشا هستش. میان پای تابلو امضا میکنن. همون جوری. مشخص. ایول، ایول. خب بگونم منو جون، تو صاحب این امضا رو میشناسی یا نه؟ خیلی امضا رو نگاه کن. صاحب امضا که جوونم فری تقلق باشه. تقلق؟ آره، با موتور کار میکنه. کیف، گوشی، خونه روبی. اما چون یه کارو درست انجام نمیده و یه رشته انتخاب نمیکنه تو دزدی، بهش میگم فری تقوله. منوچ خوب خبرو میشناسی و از همه خبر داری. نکنه زده باشه زیر قولت. نه باب امام رضا. خب حرف دیگه، سر زبوناست. مردم حرف میزن، آدم میشنوه. یه ساله دارم توی قهوه خونه کار میکنم. ردش هم از اونجا زدم. آفرین آفرین. میگم حالا بحث اضافی نکنیم. شما این آقای تلق طلوق میدونی کجاست؟ تلق طلوق نه، تقوله. همون. الان آتیش رو راه بیوف. بالاخره امروز هر تو شده یه ردی میزنم. شما کجا؟ اینجا کجا؟ میگم برات. میگه برات. چیو؟ لاجون تو محل ما کج دستی میکنه. یه برش میگیم. نه میگی به تابونش. میگی ببینم اون همش کن به تابون. به تابون این چی ازش در میاد؟ جیف با این حرفی داری بچه؟ آیا افتاد باشی؟ نه افتاد. حتما نیست تو جیبش. بلش کن ببینم چی میگه. باشو ببینم. باشو ببینم. آمنوت بابا این قوم تارتار کیه با خودت آوردی؟ آقای محترم اون تارتاره. همون تارتار؟ این آقا چرا اینقدر بابا این چرا قاطیه؟ بابا با جاییت خانوم من درست صحبت کن. بلش کن بگون بحثا رو لاجون شده دیگه. بابا دایی حداقل بزن این زیر چشه رو که زده بزنم بهش دلم بابا چه اگه وجود داشته همون بر اول میزدی واسه من رفته بزن تنسو بعد از صحبت نکن گوشی آقا رو بده امام رفع زحمت میکنه. من گوشی ماشی دست این بچه بکن نمیدم. بابا من به احترام شما چیزی به این لاجون نمیگم. بابا اگر من پرتش میکردم تو بابا صحبت نکن. از که آموختی؟ از اهل ادب. خیلی بی ادبان. بابا هر کی رسید مونو چه خودشون خودشون چی؟ الاشکو گوشی رد کو بیا. گوشی هم نوکرت هم هستم اما منوت ولی
بالاخره باید یه مژدگونی، تسترونی. بچه پر رو کج دستی کردی؟ اون وقت مژدگونی هم میخواد. من میگم بذار اینو بذارم، شما گوش نمیدی، حداقل زنگ بزن پلیس تحویل بدیم این انگل جامعه رو. آقا من فقط به احترام آقمنوس، اونم فقط پیشکسوت ما، و توبه کردم بچه، به احترام آقمنوس توبه کار، یه ساعت دیگه، یه ساعت دیگه میای همونجا که گوشی رو تقدیمم کردی تحویل میگیری. باری کلا ببین جوون جون، حیفته، به خودت بیا، تو هم دست از این کارا بردار دیگه. امروز چند شنبه است؟ هر شنبه. مکرتم ایشالله از شنبه داداش بگی به تابونش ببینم این چی. آخ بابا چند بگی دایی اشتباه داری میتابونی. من میتابونمه به تابون. افتاد؟ نهی افتاد. نه عقل تا میگم افتاد پرجاش. افتاد اگه وجود داری تک به تک با من. بابا با اینجوره با من صحبت نکن. بلند شو بیدم. ببین با دست تو برو دیگه، برو وجود داری بیا همین، برو دیگه. احترام اون چهار خالمونی شیمیدی که سرطن رو نگردشتم چون بهت نگفتم. بگی حالا بابا نمیشه آقا عشقان دیگه، یک ساعت با ملاقه من میخوام ماهی بگیرم نمیشه. حالا چرا بوق کردی؟ دوت کتکت زده، یه ماهی نابالغه نمیتونی بگیری؟ بابا میگم با ملاقه نمیشه ماهی رو گیره، بعد اینا همه سبزن شما گیر دادی عد همون یه دونه ماهی رو بگیریم. خب اون فرق داره، نگاه کن فرق از همش درشتره دیگه عزیز من. حالا درشتر باشه برای چی میخوای؟ میخوام بگیرم ببینم چی خورده از بقیه درشتر شده دیگه. خب باش، اصلا بر فرض اینکه دلیل شما درست، با ملاقه نمیشه باید یه از این توریا داشته باشیم. بیا توری، چرا بوق میکنی؟ بعدش هم ببین اونی که با ملاقه بتونه بگیره مرد زندگیه، با تور همه میتونن بگیرن. شما اول زندگیتون با ملاقه ماهی میگرفتین؟ من اول زندگی ماهی میگرفتم داداش. باشه، اصلا بر فرض این که شما راست میگی و با اون ماهی میگرفتی، شما الان خودت خیلی زندگیت خوبه که داری منو نصیحت میکنی؟ الان زندگی من چشه؟ همه چی که دارم، ببینی دوچرخه دارم، از اون الیدیوهای فضانورد دارم، پلی‌استیشن دارم، جای راحت دارم بازی کنم، تردمیل دارم، دیگه چی میخوام؟ آکواریوم دارم. یاراتو دوست دارم آقا. بکنم که فرناز خانم اگه اجازه بدی من برم دیگه، مرخص شم از حضورتون. ببین فرش درست گفتی، نازش اشتباه کردی، فرزاده بهش گفته بودم رنگ بزن یه چیزی بگیری بخوری با چون زن ازت برو در بکن. چشم، همه گیج میزنه، صد بار گفتم بهش بیا بیا بیا. آقا فرزاد، آقا اصلا فرزاد لپره. چی شو؟ لپر شده نمیدونم. لپر گذشته داره چه؟ با من خودم هم پامپ دیم. آقا فرزاد بذار، بذارش رومو. آقا چرا اینجا همه اینجوری شدن؟ فرزاد خوبی؟ آقا دهنت ما ویلکام تو هم دیگه بلش کن دیگه. بابا این روخی که من دارم میبینم فکر کنم 4-5 تا دندون شکسته حداقل. بابا علکی تپ نده پیشونی. پیشونی چی داری پانسمان میکنی؟ پیشونی من، عرق رو خوش کن. چرا روخ جراح مغز و اعصاب به خودت گرفتی؟ داری یه پانسمان ساده میکنی دیگه، بعدش هم پیشونیت خشک. تو یه پیشونی یعنی نمیتونی عرق گیری کنی؟ بابا چه دردی میخوری؟ ولم کن. آقا فرزاد اون اول که اومدی من فکرم واقعا گرگمونک یه چیزی بهت حمله کرده. گرگ چیه؟ چرا الکی جبو شلوغش میکنی؟ نهایتا یه راکونی کوالایی، مگه کن کوچولوی پنجاش. واقعا اشکا ما تو باغ راکون و کوالا نداریم که. من با اطلاعات این پشت چبق پیش ول کردن یه سری زاد و ولد کردن. آقا این پشت بیابونه، کوالا اصلا رو درخت زندگی میکنه. خب همون دیگه، چون نداره درخت میان تو درختای ما اینجا میرن بالا زاد و ولد میکنن. باشه حالا اینا رو ولش کن، بگو دعوا سر چی بوده. یه چی سر بوغ. بوغ هم گیر کرد. یارو داشت میرفت تو پارکینگ، من اومدم پشتش بوغ زدم، بوغ گیر کرد، اونم هیچی اومد پایین، چش تو چش شدیم، درگیر شدیم، چهار تا اون زد، چهار تا من نزدم، یه اینطوری شد. بعد واکنش شما به این دعوا چی بود دقیقا؟ واکنش دیگه، کنش اون انجام داد، اینم واکنشش دیگه، نگاه کن این واکنش. تو اگه یارو رو میدیدی وقت کنش رو واکنش رو میفهمیدی چیه. جدی گنده بود؟ گنده که نه، ولی خیلی طرف حرص بود، نامرد. همون دیگه. ببین بابام همیشه میگفت، میگفت اینجا یه جوریه باید قوی باشی، نخوری میخورنه. من به جون جفتتون ورزشکار نیستم ولی طرفرزم. چه جوری شما طرفرز شدی؟ با تلاش و کوشش. آقا من اینو بزرگش کردم، این داره دری بری میگه ولش کن.
فرزه جون چی میگی عزیز من؟ خودتو نگاه کن، اونو نگاه کن. تو یه هفته دو تا ناکاتی داشتیم. اینجوری بخواد پیش بره کل خانواده رو میزنن قلقش میکنن. اینجوری نمیشه، باید بریم پیش استاد. استاد؟ بابا همون که بغل دستش شمارهشو گرفتن دیگه. گفتم شما رو استاد بده، حالا میاد میبینیش. یه کاری میکنه دیگه، کسی جرئت نمیکنه سمت خانواده شبلیتی و جایریزی و اینا بیاد. خب بچه، بهترین دفاع چیه؟ حمله. حمله. نه عزیزان من، بهترین دفاع صبر و آرامشه. ای بابا استاد، کی گفته صبر و آرامشه؟ من همین پریروزا صبر کردم که آقا قدرت مثل یه گونی آرد منو کوبون زمین. از همون روز یه ورم له له. اگه با فن نیش مار بهش حمله میکردم بهتر بود. نه عزیزان، منظور من صبر، اون صبر نیست. استاد دقیقاً درست میگه. اگه من اون شب صبوری کرده بودم باهاشون نمیزد منو شتک کنه. آقا نه، ولی من با شما موافق نیستم. یعنی اصلا بحث صبر و آرامش نیست. تو موردی که من درگیر نزاع خیابونی شدم اصلا ربطی به صبر نداشت، که من داشتم با زندگیم صحبت میکردم، اونطوری یه پشت اومد گوشی منو زد رفت. بعد من دنبالش کردم، این غزال تیزپا دو تا کوچه پایین‌تر گرفتمش که حالا اون اتفاقات افتاد که شما میدونی و سرتون رو درد نمیارم، ولی ربطی به صبر نداره. حالا خدا پدر دای قدرتو بیامرزه که رفت گوشی ما رو پس گرفت. صبرش کجاست؟ ببین شاید حق با شما باشه، ولی آقا ولی نداره که من یک ساعت و نیم دارم اصلا گوش نمیده. گوشم با شما هست. معلومه گوشتو حرفتو بزن. آقا تموم شد، اگه گوش داده بودی تموم شد حرفم. تو چه چی نمیگی؟ من؟ نه استاد، من بیشتر اهل عملم، زیاد حرف نمیزنم. عالی، پاشو. پاشو عمل کنی. پاشو. پاشو. پاشو وقت الان چه نه. پاشو عمل کنی. پاشو. من یه مقدار دیرگیرم ولی شیرگیرم. شما اگه یکی این بچه‌ها رو بلند کنی. تو باشو. یکی تو باشه. آره، دوزیام برو. پاشو. خودت بیا. شما رو بزن. آقا ما تو باشو. تو باشو. ما همه داغونی. ترس نداره که. پاشو یوزیا. پاشو. بیا. گاردت رو بر بالا. گاردت رو بر بالا. میشو بزن. اینا شما ها اینجوری میخواستین نینجا بشین؟ نه انگیزه ای واسه تمرین دارین، نه بدن آماده ای دارین. سو چه دردی میخوری شما؟ استاد میونه کلامت رو البته نمیخوام جسارت کنم، ولی بقیه کلاسا که میری همون جلسه اول که شروع نمیکنن تمرین چیزی که دادن، اولش تئوری چیزی میگن مینویسی جزوه برمیداری یکم آشنا میشی. بعد استاد انقدر که شما ما رو امروز زدی، اون شب اون یارو ما رو نزد انقدر. آخه ما این کتلت منو اینور اونور کرده. خب بابا یه بار زد ول کرد. استاد گفتم من از این سم نکوبون زمین، از همون سمتی زدی زمین که آقا قدرت زده بود. تا یه هفته نمیتونیم دیگه کاری کنیم. آقا اجازه بده استاد. من ولی هنوز میتونم. آفرین. اینم در حال تونستن. این بمیره که میخواد جواب مادرش رو بده. من تصدینا هفته جون دارم، یکیشون من تو خانواده دارم، چیزیش نیست، فشارش افتاده فقط. خسته نباشی استاد. شما خسته نباشی پله بون. قصد جسارت ندارم ها، اما این کار غیرفلش زیاد نیست، به وقتش به کار نمیاد. متوجه معذورت نمیشم. میدونی استاد، شما فرض کن یه نفر یه پسی بزنه بهت، یه زیرزانو، یه کفگرگم ول کنه تو صورتت، اون موقع دیگه این شامورتی بازی ها جواب نمیده. امتحانش مجانیه، در خدمتم. بفرما قدرت. ببینم چیکار میکنی. بفرما قدرت. بفهم علکیه. بفهم علکیه. من برم یه چای دم کنم، بیشون دور هم اختلاط کنیم، گل بگیم و گل بشتبیم. با اجازه زد زیاد مرگسی شدیم رفت. استاد قدرت خان گرخی. بله بون، کجا رفتی؟ با قدرت که ترسو نیست. نه دود باشی. سفت سفت بگی میگه سفت روز باشی یا محکم بگی حالا بکن چی؟ روز باشی بگم ناز باشی در خدمت هم خود دست خواهم خدمت از ماست جونم برات بگه تی دیفون و این فامیل ما رو اینجا یه لاکر داری سکته کردم سکته کردم چرا اینجوری شدم بترس استاد بزن بترس استاد بچه گناه رو بابا
آه اینجوری میخواستید اینجا بشین؟ چون میپرد که درد بریم نه بچه چی؟